که ویدیو ما رو نگاه میکنید. ابراهیم هستم با یکی دیگه از برنامه‌های آموزشی دفاع شخصی، قسمتی از دنیای ابی. خدمت استاد شوکتی هم هستیم، ایشون قراره به ما کمک کنن، منو خفه کنن و من بگیم به شما نشون بدم. وقتی یه نفر به شما حمله میکنه، یه دستی یا دو دستی میبردتون پای دیوار و میخواد خفه کنه، چیکار باید بکنه؟ زمانی که بحث خفه کردن از طریق گلو میشه، وقتی که یه نفر حمله میکنه به گلوی ما، اولین کاری که ما باید بکنیم چونمون رو بدیم پایین، شونمون رو بیاریم بالا و که بتونیم نفس بکشیم و بعدش بتونیم فکر کنیم که چیکار بکنیم. اگه همینجوری وایستم، هر چقدر تکنیک بلد باشم، من زیاد وقت ندارم، همونجا بیهوش میشم، خفه میشم، تموم میشه، میرم. اولین کاری که میکنم چونم رو میارم پایین، شونه رو میبرم بالا که تو اون حالت هر چقدر فشار بدن باز میتونم نفس بکشم. خب این حرکت رو با هم نگاه میکنیم به صورت زنده. الان استاد شوکتی با یه دست خفه میکنه، الان یه جوری گذاشته که یه سمتی که من بتونم صحبت کنم. الان بیار وسط اینجا. الان این تو این حالت من گریه کنم داد بزنم فایده نداره. تو این حالت اولین تا دست میاد به سمت گلوی من این حرکت رو انجام میدم. حرکت کن، الان برو محکم برو. هنوز رو حرف میزنم، ببین هنوز رو صدا میاد. هر چقدر فشار میده باز میتونم صحبت کنم، چون اینجوری هم اگه گردنم بالا باشه نمیتونم حرف بزنم. تو این حالت اگر این شخص خیلی گنده باشه، زورش زیاد باشه، مثلا این حرکت شاید کار نکنه، شما میتونی از آرنجتون استفاده کنید. یک، چونه پایین، شونه میاد بالا، میایی بالا، آرنجتون رو میایی بالا، تا اونجا که میتونی میچرخی و حمله میکنی به این نقطه از دست، به هر جا که بزنی. این اینجوری بزنی فایده نداره، اینجوری خوب نیست. این اگه قدی باشه دستش نمیبره کنن. میخوای با آرنجت بزنی تیز همینجا، که ایشون هر چقدر قدی باشه نمیتونه حمله آرنج هیچ کس رو تحمل کنه. یک، میاد پایین، شما میری بیرون، بعد میزنی به دیگه. خب این یه حرکتشه، یه دستی بود. حالا ممکنه شما بگی خب میتونی با زانو بزنی تو بیزه حریفه، ولی اگر ایشون، نه یه دست، همون یه دستی بود، میخوام ببینم اگه ایشون این سمتی با استاده یه طرفه، این من با زانو هم بزنم این چیزش نمیشه، زانو کار نمیکنه. یا حالا اگه دو دستی هم باشه، دو دستی برو، دو دست میچرخه به پهلو، به پهلو این زانو میزنم، ایشون اوکی هست، بدتر من خفه میکنه، شاکی میشه، بدتر خفه میکنه. خب اینجا حالا حرکت دو دست هم. دو دست داریم، دوباره چونه میاد پایین، شونه میره بالا، من میرم بالا تا اونجا که میتونم، آرنجمو میارم بالا، به هر کدوم که تونستم میزنم، یا به این یا اگه حالا میتونم بچرخم بیشتر میام رو این میزنم. اینجوری دو تا دستشم جمع میکنم میره پایین. خب حالا اگه خیلی قویه، من کوچیکم، مثلا همین یه دونه هم بزنم بازم خوبه، میکشم میرم. خب ولی اگر میتونم شونه میارم بالا، آرنج میارم بالا، دو تاشو تمیز میکنم همینجا، از سر را میره کنار، میرم کنار، با هم میکنم به دیوار هم. خب این حالت آرنج. حالا حالت بعدی، اگر اینو نتونستیم انجام بدیم، حالت بعدی اینه که دوباره اون همیشه شونه پایین، شونه بالا برای هر خفه کردنی باید انجام بشه. اگه نکنیم کارتون تمام. اونجا شونه پایین بدید، این اول زودتر گرفت من کارم سخت شد، تا اومد قبل دستش میاد من باید شونه برم کنم. حالا تو این حالت من میام دستم میبرم داخل، میارم داخل روی دست حریف، به این حالت از اینجا میتونم بشینم یه دفعه سکوات کنم و دست ایشونو باز کنم. ببین من نمیکشم اینجا را که بگیرم بکشم، این قویه نمیشه. یه ترای کنیم، میبینی اگر قوی باشه، کنده تر از من باشه، تازه من هم سایز هم هستیم، سخته برای من این کار، ولی با یه حرکت درست تکنیک من میتونم راحت اینجا بیام بیرون. الان دستم میارم روی دست شست، این روی شست دستش، روی شست انگوشش هم اینجا هم نه، خیلی ها دست میذاره اینجا روی شست، همینجا میشینم
به راحتی باز میشه. میام بیرون و میکنم حریفم رو دیدم. خب حالا به صورت جدی میریم. آقا میدی زوم کن، شما فشار بده، نظرم میام بیرون. محکم محکم ها 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 نه اگر جلو نه خفه کن. خفه کن آقا. خب دیدین که با چه فشار ببین ایشون خیلی فشار رو بردن به سمت جلو. من وقتی خالی کردم اومدم اصلا به این کار رفت، خودشون با سر رفتن اینجا. این حالت وقتی که من انجام میدم، حالا بدون استاد دست میره روی شست، قد بلند وایستنم، یه دفعه میشینم و در این حال این دست رو باز میکنم به این حالت. همین حالت همین کار انجام دادم و رفتم از سر راه کنار. اومدم کنار، این حریف همینجا داره قول میده یه با صورت میده توی دیوار یا سطور. خوب بود استاد، شکرت داریم. متشکرم. خیلی ممنون، ببخشیدم. ببخشید ما رو خفه کردین آقا. مرسی. الان میخوام همین کار رو با یکی از شاگردامون خانم عنت انجام بدم. حالا من فرد قوی تر مقابل یه فرد ضعیف تر. میس عنت، هلو، هاو آر یو؟ تانکس فور کامینگ. You want to say hi to my camera? Hello, everyone. Hi, I'm here. Yes. Cool. الان من میخوام یه دستی هم بکنم. I'm going to do one hand. So, chin, باید بیاد پایین. اگه بالا باشه خفه میشه. Can you talk? Talk, say hi. Hi. See, الان میتونه حرف بزنه. Say hi. Hi. Now, head up. Can you say hi now? الان دیگه نمیتونه حرف بزنه. وقتی چونه بالاست نمیتونه صحبت کنه. Okay, ready? حالا من میخوام یهو حمله کنم. One hand, I'm gonna back you. Chin down, shoulder up. Whoa! Good. ایشون حرکت آرنج استفاده کردن. Can you use this one? Good. Now, دو دست. I try to knee to my groin. میخواد زانو بزنه به بیزه من. از سمت بغل واسیدم، زانوشون کاری نمیکنه. پس این زانو رو فکر نکنیم در موردش. اگر مستقیم وایستن و اینجوری وایستن، حرکت زانو به بیزه خیلی تکنیک خوبیه، جای حساسه. اگه مرد باشه که دیگه تمام کارش میره رو زمین. حالا من سمت بغل واسیدم، ایشون اون تکنیک رو نمیتونه بزنه. باید تکنیک بعدی نکست این بودی بزنم. خیلی هم خوب. این حرکت میاد بالا، ایشون زدم به دست راستم، دو تا دستم رو تمیز کردم بردم پایین. آماتر بعد میتونی من میکنی من الان خب میدونم تکنیک رو دستم گذاشتم رو ستون، ولی وقتی یه دفعه خالی میشه من رو سر میرم تو دیوار. حالا حرکت دوم انجام میدیم. Sitting position. My head in. Good. I didn't want to watch it, but I love it. Sarah, I don't know. مرسی، مرسی ویدیو ما رو نگاه کردیم. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لطفا سابسکرایب کنید به کانال ما ابیز ورد 247. ابیز ورد 247 چه 247 یعنی 24/7 یعنی 24 ساعته 7 روز هفته در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحال میشیم که سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. اگر سوالی دارید در مورد دفاع شخصی ما ممنون میشیم. مرسی، خودم شما خدافظ.